5:13 روز پنجشنبه 23 آپریل در خدمت شما هستیم دوستان عزیز. همونطور که وعده کرده بودیم سرکار خانم لیلا کوهی رو بر روی خط برنامه زنده داریم که ایشون درمانگر و عضو کالج روان درمانگران اونتاریو هستند و ایشون رو روی خط داریم. ارتباط بله برقرار شده. سلام عرض میکنم خانم کوهی، حالتون چطوره؟ منم سلام شما عرض میکنم و ممنون از این برنامه رو تدارک دیدین. خسته نباشین. خواهش میکنم. همینطور که خدمت شنوندگان و بینندگان از این برنامه سلام عرض میکنم. مرسی از این که یه همچین فرصتی فراهم شده که بتونیم دور هم باشیم و سوالات مربوط به کودکان پیش دبستانی رو مطرح بشه و در خدمتتون باشم بتونم جواب بدم. بعد هم سلام عرض میکنم سرکار خانم کوهی، خیلی خوشحال هستیم شما رو داریم. اگر اجازه بدین اگر شما فرمایشی دارین، البته فرمایشتون رو بفرمایید، در این صورت ما وارد سوالات بشیم که تعدادی بیشتر سوالات رو بتونیم از شما بپرسیم. بله، قبل از اینکه بخوایم سوالا رو مطرح بکنیم، به هر حال در مورد شرایط کنونی که همه درگیرش هستیم، شرایط کرونا سبک معمول زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده و شامل حال همه ما میشه، بالخصوص اونهایی که کارهاشون رو از دست دادن و در خانه به سر میبرن و نه تنها چالش از دست دادن کار دارن، بلکه بچه ها رو مجبورن که هندل بکنن. به هر حال خسته نباشید به همه خانواده ها میگم. مسئله ای که اتفاق افتاده در واقع شامل حال همه میشه، کودکان هم از این مسئله مستثنا نیستن. کودکان هم تجربه کاملا متفاوتی رو دارن با تغییر این سبک معمول، مثل از دست دادن دوستان مدرسه ایشون یا دوستان مهد کودکشون، به هر حال بازی های آوتدورشون از دست دادن و دیدن پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها و افراد نزدیک خانواده، مثل دوستانی که هر هفته دور هم جمع می شدن و با هم نشینی هم دیگه تایمی رو با صمیمیت دور هم می گذروندن و کودکان اینها رو همه رو از دست دادن و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که کودکان تجربه استراب رو نداشته باشن. و اینجا خیلی مهم هستش که مطرح بکنم، اتفاقا کودکان بیشتر این تجربه رو خواهند داشت به دلیل اینکه مکانیزم های دفاعی روانی کودکان بسیار با ما متفاوته. ما با خوانده هامون، نوشته هامون، درس هایی که توی زندگی یاد گرفتیم و به طور تجربی یاد گرفتیم، انطباق با تغییرات رو یاد گرفتیم و فرصت اینها در مورد کودکان وجود نداشته. بنابراین خیلی مهم هستش که ما بدونیم که اونها تجربه بسیار سختی دارن و برخی هاشون بلخص اونهایی که تغییرات توی زندگی همیشه براشون مشکل هستش. من یادم میاد زمانی که کار میکردم با کودکان یا همین حالا صحبت‌های تلفنی و آنلاین که داریم، چیزی که خیلی من میشنوم بر اتفاقی هستش که در مورد کودکانی داره میفته که تغییرات براشون سخته. این کودکان ممکنه کودکان ADHD باشن یا کودکان استرابی باشن که بیشتر شامل حالشون میشه و این تغییر رو به سختی میتونن باهاش انطباق پیدا کنن و هماهنگ بشن. خیلی متشکرم. بله بفهم. بله بفهم. یه نکته دیگری که میخوام قبل از اینکه وارد بحث شما بشیم، سوالات شما بشیم، مطرح بکنم این هستش که به خودی خود این وضعیتی که پیش اومده، وضعیت نامشخص و نامطمئنی که پیش اومده، استرابزاه و ما باید اینو بدونیم که برای برخی ها این نامشخص بودن بیشتر تجربه میشه و
سختتر هستش. برای همین من این روزها بسیار با هم تماس میگیرم و با همکارای دیگه من که بچه ها مشکلات رفتاری بسیار زیادی پیدا کردن و چیزی که ما نام ریگرشن بهش میدیم، یعنی برگشت به آن رفتارهایی که قبلا تو سنین قبل پس کردن این بچه ها، مثل زمانی که نمیتونستن تنها بخوابن و الان تنها میخوابن و دوباره با این اوضاع رفتار برگشته به قبل، یا شب ادراری توی بعضی کودکان داره پیش میاد. اینا همه نشانه استرابی هستش که اونها نمیتونن باش در واقع کنار بیان و انتباه پیدا بکنن. بله خیلی متشکرم. اگر که موافق باشید خانم کوهی، حالا با توجه به سوالات که متنوع هستش، اگر صلاح دیدید یک ورژن کوتاهی ما پاسخ بدین به شنوندگانم که بتونیم سوالات بیشتری بپرسیم و حالا اگر توضیحات و جزئیات بیشتری رو نیاز داشتن بتونیم راه حل دیگه بیاندیشیم یا روز دیگه هم شما روی خط داشته باشیم، دعوت بکنیم از شما که حالا به صورت جامع‌تری پاسخ بفرمایید. خب اولین سوالی که داشتیم در رابطه با کودکان وسواسی بوده، کودکانی که قبل از این هم دچار اضطراب وسواس گونه بودند و الان در این شرایط وسواسشون خیلی بیشتر شده و مادری سوال کردن پسر 5 سالشون انقدر وسواس داره که حتی در اتاق مشترک با خواهر کوچکش اجازه نمیده خواهر کوچکتر از وسایل بازی خودش استفاده کنه چون اتاق کثیف میشه و خب حالا در این شرایط قرنطینه که پیش دبستانی هم از مدرسه نمیره، بیشتر ساعت خونه است، این حالتش تشدید شده. آیا راهکاری وجود داره که در این مدت بتونه انجام بده این خانم مادر؟ قطعا راهکار زیاد هستش. این برنامه مجال نمیده به من که در مورد تمام راهکارها صحبت بکنم، اما دو تا نکته مهم در یه همچین شرایطی برای یه همچین خانواده‌ای میتونم بگم که یه دونه، یه مسئلهش مسئله خود پدر مادرها هستن که چقدر کنترل میکنن استرابشون رو، چون بچه ها از ما الگو میگیرن و نمیتونیم انتظار داشته باشیم اگر خودمون استرابمون کنترل نشده بخوایم که بچه استرابش کنترل بشه و وسواسش کمتر بشه. یکی این هستش، یکی این که ما با خود بچه میتونیم فعالیت هایی داشته باشیم. پس یکی این بود که پدر مادر خودشون رو استراب خودشون کار بکنن اگر چنانچه استرابی دارن روش کار بکنن، و یکی بازی های مختلف با بچه هستش، تایم بسیار زیادی با بچه بذارن در مورد زندگی که داره میکنه، در مورد روزمرگیش باش صحبت بکنن و ببینن که نگرانیاش چی هستش. همیشه ایده این هستش که وقتی نگرانی و استراب شناخته میشه آروم میشه و رفتار کنترل میشه. یعنی بخشی از کنترل رفتار نه با تغییر رفتار بلکه با تغییر استراب و سطح روانی فرد هستش که تغییر میکنه. آیا شما بنابراین بله. هستش که بازی های بیشتر، بازی های خانوادگی، به خصوص یوگای فامیلی یوگا خیلی میتونه موثر باشه در آرامسازی بچه‌هایی که وسواس دارن. و به طور کلی شما توصیه میفرمایید در صورتی که مشکل برطرف نشد این مادر کودکش رو حالا پیش روانشناس ببره، درمان رو ادامه بده و یا درمان طولانی تری میطلبه این مسئله؟ 100%. اگر که با این توصیه ها انجام نشد، اتفاقی نیفتاد که من بعید میدونم اتفاق نیفته، اگر اتفاق نیفتاد، اگر بچه روی دارو بوده و ممکنه داروشو لازم ادامه بده یا کم یا زیادش بکنه، احتمالا زیاد بکنه چی موردی، و اگر چه دارو مصرف نمی کرده 100% به روانشناس و رواندرمانگر مراجعه کنه. خیلی متشکرم. نیاز به هست. خیلی متشکرم. عذر میخوام من شماره قطع میکنم به خاطر اینکه حالا سوالاتم زیاده. سوال زیادی که داشتیم، تعداد زیادی از مادران این سوال میپرسیدن با توجه به اینکه بچه ها خونه هستن، حتی تو همون سنین پایین پیش دبستانی خب تکالیفی دارن، چطور میتونیم تشویقشون بکنیم که بیشتر روی بیارن به سمت انجام تکالیفشون به صورت اینترنتی و آنلاین؟ ظاهرا مقاومت میکنن.
بله، خب مسئله مقابله این قضیه برمیگرد همین انعطاف بچه ها. بعضی بچه ها سختتر روتین میگیرن، اما اگر روتین به طور دائم ادامه داشته باشه و از قبلش بچه آماده باشه، یعنی که هر روز این مسئله روتین نوشته بشه، بسته به توانایی بچه، بعضی بچه ها دیداری متوجه میشن، بیشتر در واقع اطلاعات رو دریافت میکنن، بعضی بچه ها با گفتار دریافت میکنن. در هر دو صورتش بهتره که این به طور روتین نوشته بشه، روتین زندگی، و تا چند روز آینده که نوشته میشه روی بردی، روی کاغذی، جایی نصب بشه که بچه این امکان رو داشته باشه، بهش دسترسی داشته باشه و هر روز و هر شب این روتین تکرار بشه و مرور بشه با بچه، تا بالاخره این بچه یاد میگیره که تغییر پذیرفته بشه. خیلی ممنونم. تعداد زیادی سوال داشتیم در ارتباط با تماشای تلویزیون که ظاهرا کنترلش سخته برای خیلی از مادرها در این شرایط که بچه‌ها خیلی ساعت خونه هستن. چه کار میشه کرد برای اینکه این از این عادت جلوگیری بکنن، یا حداقل وقتی به مدرسه برگشتن دوباره شاید عادی شد مرتب تلویزیون نبینن یا کمتر ببینن تلویزیون؟ البته یه مورد دیگه ای هم که هست این هستش که خانواده ها معمولا برای سرگرم کردن بچه‌ها از تلویزیون استفاده میکنن، و آیا توصیه شما اینه که این کار اصلا درست هست یا خیر تو این فضا؟ تلویزیون تا حد معمولش بسته به سن بچه تغییر میکنه. برای بچه های پیش دبستانی بیشتر از 1-2 ساعت توصیه نمیشه، هم به خاطر مسئله فیزیکالش که برای بینایی ضرر داره، همین که خب اکتیویتی بچه رو از جای دیگه در واقع داره میگیره. بچه میتونه انرژیش رو روی یادگیری و بازی هایی که باندینگ یا پیوند عاطفی رو افزایش بده در واقع تمرکز داشته باشه، انرژیش محدودتر باید باشه. اما چنانچه میبینیم بچه خیلی تلویزیون میبینه، باید ببینیم که استایل خانواده چی هستش، چه الگویی تو خانواده رعایت میشه، آیا مادر پدر خودشون خیلی روی تلویزیونن. اینا سوالاییه که مهم ما بدونیم که خود پرنت چه کار میکنن، خود والدین در حال چه کاری هستن توی خونه. بچه ها از ما خیلی الگو میگیرن، الگوهای کلامی و غیر کلامی برای بچه ها در واقع ما بزرگترها هستیم. اگر ما تایم تلویزیون بچه رو حتی زمانی که بچه 2 ساعت هم میبینه محدودش بکنیم به یوگای فری، یوگا میتونین سرچ بکنن رو خانواده ها و تو یوتیوب بچه یوگا کار بکنه به جای اینکه مدت ها این 1-2 ساعت رو به تلویزیون بگذرونه، در واقع فعالیت فیزیکی هم کرده و وبسایت های آموزشی بسیار زیادی هست که بچه میتونه یاد بگیره. پس این 2 ساعت میتونه باز هم مفید باشه، اما بیشتر از این مادر و پدر بایستی الگوی اکتیو توی خانواده باشن تا بچه ها بتونن در واقع از اونها الگو بگیرن و راه های دیگه برای پر کردن وقت پیدا بکنن. بسیار عالی. سوال دیگه ای داریم از مادری که گفتن بچه 5 ساله ایشون انقدر به خونه موندن عادت کرده که حالا غریبه ها رو که میبینه رفتار نامناسب نشون میده و یا اصلا حاضر نیست با غریبه ها روبرو بشه با توجه به شرایط کنه. چه باید بکنن؟ خب مسئله سوشال دیستنسینگ در واقع فیزیکال دیستنسینگ مد نظر بوده، اما به سطح سوشال رسیده. یعنی ما فکر کردیم که خب یعنی هر نوع انزوای اجتماعی شاید خوب باشه، اما این سوال سوالی هستش که بسیاری تلفنی از ما میکنن یا از ما جلسه میگیرن و از ما میخوان که بهشون تصریح بکنیم که چی کار باید بکنیم. خب خیلی مهم هستش که این تایم، تایمی که اسکرین تایم هستش، با پدر مادر بزرگ ها با دوستان باشه که بچه ها همچنان این انزوای اجتماعی رو تجربه نکنن.
همچنان افراد رو ببینن، دوستان رو ببینن، باشون حرف بزنن و بالاخره این دوران به سر میرسه و دوباره بچه ها برخواهند گشت به روتین قبلشون. اما ما میخوایم که تا جایی که امکان داره از وسایل مثل فیس تایم، از اینسترومنت های مختلف استفاده بکنیم تا این انزوا تجربه نشه و در این حال این نگران کننده نخواهد بود، چون بچه ها خیلی فلکسیبل تر از این هستن که با یه دوره کاملا دچار مشکل اضطراب اجتماعی بشن و برخواهند گشت. بله خیلی ممنونم سرکار خانم کوی. سوال دیگه که داریم در مورد قضیه پرخاشگری کودکان هست. مادری نوشتن من یک سینگل مام هستم و اخیراً فرزند دوم خودم رو به دنیا آوردم. ناخودآگاه همه توجه ها به سمت فرزند کوچکتر هست و فرزند 5 ساله من بی نهایت پرخاشگر شده. حالا در این شرایط هم چه باید بکنند؟ بله، البته این ربطی به قرنطینه نداره، این در مورد بچه ها معمولا پیش میاد. بچه دوم که میاد توجه مادر و پدر رو میگیره، بیشتر میگیره و بچه بزرگتر ناراضی میمونه. خیلی مهم هستش برای همچین خانواده هایی که یه تایم کاملا خصوصی برای این بچه داشته باشن، یعنی که مادر اگر بتونه بچه کوچیکتر رو به پدر بسپره و یه تایم بازی باز هم به حالت روتین روزانه، نه اینکه جست گریخته و هر زمان باشه، یه روتینی روزانه مادر فقط تایمی به این بچه اختصاص بده و این میتونه بسیار کمک کننده باشه در پیوند عاطفی بچه بزرگتر با مادر. خیلی ممنونم. پرسش دیگه میپرسند بچه من در این دوره قرنطینه با توجه به اینکه فعالیت فیزیکی هم زیاد نداره خیلی پرخور شده، وزنش زیادتر شده، چطور باید بتونم این رژیم فرزندم رو کنترل بکنم یا نمیتونم، حالا اینجوری که نوشتن شکلات و شیرینی و اینا ازش بگیرم، پرخاشگری میکنه، چه باید بکنم در زمینه خورد و خوراک؟ بله، خب مسئله خورد و خوراک باید ببینیم که از مادر باید پرسید که آیا پیش از این بچه پرخور بوده یا نبوده. اگر نبوده و این پترن به الان برمیگرده، این الگوی جدیدی هستش که بچه شروع کرده، قطعا برمیگرده به این دوران و استرابی که بچه داره تجربه میکنه و این هم میشه گفت جزء همون رفتارهایی که گفتم ریگرشن حساب میشه. یعنی بچه تو اگر تو کنترل بوده و الان نیست، معلومه که ریگرس کرده و ریگرشن هم در اثر استراب و عدم انطباق با شرایط جدید پیش میاد. در این مورد یوگا و مایندفولنس کودکان بسیار مؤثره. در مورد اونی هم که گفتن پرخاشگری بچه، یکی تایمی که مطرح کردم و در مورد اون همین مادری که اخیراً مطرح کردیم، هر دوشون به نظر میاد ریگرشن هم اتفاق افتاده و برای هر دو خیلی مفید هستش که بگردن وبسایت های یوگای کودکان پیدا کنن یا فامیلی یوگا پیدا بکنن و مایندفولنس کودکان که استراب این بچه ها کنترل بشه. در واقع ما میخوایم با یه همچین رفتاری اون چی که ما طی زندگی یاد گرفتیم به بچه هامون منتقل کنیم که روش های آرامسازی میتونه غیر از پرخاشگری و پرخوری باشه، روش های دیگه هم وجود داره که میشه آروم شد. بسیار عالی، خیلی ممنون از شما سرکار خانم کوهی. تقریبا ما چکیده بسیاری از سوالاتی که برامون فرستاده شده بود رو از شما پرسیدیم. مرسی از پاسخگوییتون. البته سوالات دیگه هم هست که خیلی مستقیم مربوط نمیشه به کووید 19 و شرایط قرنطینه موجود، ما حالا اونا رو واگذار میکنیم، موکول میکنیم به یک روز دیگر. مرسی از توضیحاتتون. اگر فرمایش پایانی دارین بفرمایید، در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. من یه سری نکاتی رو اینجا برای شما آماده کردم. خانواده ها نکات رو حالا بعدا میتونن دوباره برگردن و به این فیلم رجوع کنن، نکات دوباره مرور بشه براشون یا اینکه بنویسن.
یکی مسئله اطمیناندهی به بچه ها هستش، چون خیلی بچه ها نیاز دارن که این هم بازم همون راهکارهایی هستش که ما داریم به بچه یاد میدیم تو شرایط سخت چی کار بکنه. ما اطمینان میدیم و این اطمینان جالبه، به مرور درونی میشه در بچه. وقتی ما اطمینان میدیم که دخترم یا پسرم، این دوران تموم میشه، بغلشون میکنیم با وایس آروم، با ارتباط چشمی مهربان باشون صحبت میکنیم و بهشون اطمینان میدیم که ما هستیم، کمکشون میکنیم و هر نگرانی دارن میتونن به ما رجوع بکنن و مطرح بکنن. این یکی از موارد بسیار مهم هستش. این اطمینان دهی میتونه هر روز انجام بشه و جز روتین های زندگی ما باشه، نه تنها برای این دوره بلکه برای همیشه، که بچه بدونه هر زمان که دچار مشکل هستش مادر و پدر اونجا هستن و کمک هستن. یه مسئله هم که به طور گذری مطرح کردم روتین هستش و همونطور که گفتم دوره‌ای که الان ما توش قرار داریم در واقع نامشخص بودن اینکه چه اتفاقی قراره بیفته. آیا ما سالم از اینجا به در می‌ریم؟ آیا همه چیز تموم میشه و زندگی به روال قبلش برمیگرده؟ این وضعیت نامشخص نیاز داره که با یه روتین‌های، یه استراکچرهایی در زندگی سر و سامون بگیره و دقیقا نقطه مقابل نامشخص بودن روتین هستش، استراکچر هستش توی خونه. و ما برای چند روز یا یک هفته این روتین و استراکچر رو فراهم کنیم، به بچه هامون گوشزد کنیم، بنویسیم و تکرار کنیم که این روتین ها هستش، تا این احساس ناآرومی به آرامش تبدیل بشه. بله بسیار عالی سرکار خانم، من معذرت میخوام خانم کوهی عزیز که ناچار هستم شما رو، فرمایش شما رو قطع بکنم، تایم ما تمام شده. خیلی ممنون هستیم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم، به سوالات شنوندگان پاسخ دادید. ما از همینجا به شنوندگان عرض بکنیم که قول گرفتیم از خانم کوهی تشریف بیارن رو خط ما و در مورد مسائل نوجوانان در برنامه بعدی ما صحبت بکنن. از همین الان سوالاتتون آماده بکنید. خیلی ممنون هستیم خانم کوهی، عصرتون خوش. مرسی از وقتتون و به امید دیدار. قربان شما، مرسی، روزتون خوش. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا حافظ. خانم کوهی رو داشتیم روی خط. بله، روانشناس، از همچنین عضو کالج روانشناسان و رواندرمانگران آنتاریو.